سلام و درود میگم خدمت همه دوستان و همراهان همیشگی ما. یادمه که آموزش دوره‌های همایش 1,000,000 دلاری رو شروع کرده بودیم. این دوره‌های آموزشی برای اطلاع رسانی به مردم در جهت افزایش درآمدشون تا سطح 1,000,000 دلار یا بیشتر در سال طراحی شده بود. به زودی فهمیدیم که اغلب افراد بنا به عادتی بیهوده به کار و تلاش بدنی سخت می‌پردازن. این افراد از قدرت تفکر و هوش خودشون کمتر از قدرت بدنیشون استفاده می‌کنن. ولی تلاش سخت و بی‌وقفه همیشه منجر به موفقیت نمی‌شه. گاهی باید مسیر دیگه‌ای رو انتخاب کنیم و کار متفاوتی رو انجام بدیم تا به موفقیت‌های بزرگتری برسیم. ما باید زنجیر باورهای واهی و بیهودمون رو پاره کنیم و الگوهای رفتاری، عادت‌های زندگی و طرز تفکرمون رو تغییر بدیم. یادم میاد هتل میلکرافت 1 ساعت از تورنتو فاصله داشت و در محاصره درختان کاج بلند آرامش خاصی به انسان میبخشید. تو اتاق خلوت هتل نشسته بودم. آخرین بعد از ظهر ماه ژوئیه بود. یکمی اونورتر صدایی که شبیه تقلای موجود زنده‌ای برای بقای خودش بود به گوشم رسید. حشره کوچیکی خسته و درمونده بیهوده تلاش میکرد تا از بین شیشه پنجره به اون طرف بره. ولی به تدریج قواش تحلیل میرفت و در آستانه مرگ بود. بیشتر تلاش کن، بیشتر تلاش کن، بیشتر تلاش کن. اما در مورد این حشره نتیجه‌ای نداشت. این تلاش بیهوده امیدی برای زنده موندن به همراه نداشت. به عبارت این تلاش دامی بیش نبود. اون حشره کوچیک با تلاش بیوقفه هرگز موفق نمی‌شد و شکستن شیشه پنجره برای اون غیر ممکن بود و این طور به نظر می‌رسید که با تلاش و پرواز بیوقفه خودش در راه رسیدن به هدف زندگیش رو به خطر انداخته. اون محکوم به شکست بود. چند قدم اون طرف‌تر در اتاق باز بود و این موجود کوچیک می‌تونست ظرف 10 ثانیه خودش رو به دنیای بیرون که در جستجوش بود برسونه. فقط با کمی از اون انرژی میتونست از دامی که به خودش تحمیل کرده بود رها بشه و از مانع عبور کنه. چرا اون حشره راه متفاوتی رو انتخاب نمی کرد؟ چه جوری با این باور که با عزمی راسخ و تلاشی بیوقفه موفق میشه پافشاری می کرد؟ این چه منطقی بود که اون حشره ثبات در یک مسیر معین تا سرحد مرگ رو به کشف راه جدید ترجیح میداد؟ بدون شک این تنها روشی بود که حشره قادر به درکش بود و بسیار تأسف‌بار بود که این باور رفته رفته اون رو به کام مرگ فرستاد. تلاش سخت و طاقت فرسا تنها راه رسیدن به هدف نیست. این روش مبارزه و تلاش بیوقفه هرگز موفقیتی واقعی و حتمی به دنبال نداره و در اغلب موارد تنها مشکل ساز میشه. اگر برای عبور از موانع زندگی فقط به کار و تلاش سخت بپردازید، شانس موفقیتتون رو از بین میبرید. وقتی با مشکلی مواجه هستید و راه حل شما به سختی جواب میده، راهکار پافشاری روی اون راه حل نیست. باید دنبال راه حل تازه‌ای بگردید. یادتون باشه، همیشه با فکر کار کنید، نه اینکه بی فکر فقط کار کنید. پیروز و سربلند باشید.